سلام، من جان هستم. در این ویدیو به تمام سوالات مربوط به حق چاپ و به موضوع مجوزهای جدید حق چاپ پاسخ خواهیم داد. چگونه اجازه میگیریم از محتوای شخص دیگری در فیلم خود استفاده کنیم؟ اگر شما قصد وارد کردن ویدیویی را دارید که توسط قانون حق چاپ محافظت شده، ابتدا باید مجوز بگیرید. یوتیوب نمیتواند این حقوق را به شما اعطا کند و ما نمیتوانیم به شما دریافتن چنین افرادی کمک کنیم. این چیزی است که باید خود درباره آن تحقیق کنید و یا با کمک یک وکیل به آن رسیدگی کنید. بسیار مراقب باشید در پذیرفتن معاملات صرفاً کلامی، چون وقتی صحبت از موسیقی میشود توجه داشته باشید اجازه گرفتن از یک هنرمند شاید کافی نباشد. در بعضی موارد هنرمندان حق لیبل خود را تحویل می‌دهند و آن هنرمندان نمی‌توانند اجازه بدهند حتی اگر به شما بگویند که می‌توانند، چون که آنها همچنین ممکن است نیاز داشته باشند از ترانه سراها یا از هر الگو و چیز دیگری که در ضبط استفاده کرده‌اند نیز اجازه بگیرند. اگر یوتیوب نمی‌تواند مستقیما به شما کمک کند، اما کتابخانه صوتی یوتیوب راهی عالی برای یافتن موسیقی‌های پس‌زمینه است و استفاده از جلوه های صوتی برای شما رایگان است. چرا محتوایی که من خریداری کردم یا خودم ضبط کردم حذف می شود؟ صرف خرید محتوا به این معنی نیست که شما حق بارگذاری آن در یوتیوب را دارید. حتی اگر به مالک حق چاپ اعتبار بدهید، باز هم ممکن است ارسال فیلم یا محتوایی که خریداری کرده اید قانون کپی رایت را نقض کند. مثلا خرید یک فیلم از فروشگاه گوگل پلی، این خرید به تو اجازه نمی دهد که آن را در ویدیوی خود استفاده کنی. همچنین به همین خاطر وقتی خودت چیزی را ضبط می‌کنی، همیشه به این معنا نیست که شما مالک تمام حقوق بارگذاری این ویدیو در یوتیوب هستید. اگرچه آن را ضبط کرده اید، شامل محتوایی است که دارای حق چاپ توسط شخص دیگری است، چه فیلم زنده کنسرت باشد یا اجرای کاور آهنگی که شخص دیگری نوشته است، شما هنوز هم باید از صاحبان حق چاپ مجوز بگیرید. چرا فیلم من مسدود یا حذف شد در حالی که فیلم‌های مشابه دیگری از آن در یوتیوب موجود است؟ وقتی صاحب به حق چاپ درباره ویدیویی که حق چاپ آنها نقض شده به یوتیوب مراجعه می‌کند، یوتیوب مطابق با قانون کپی رایت به سرعت پاسخ دهد. اگر فیلم های دیگری در یوتیوب وجود دارد که به نظر می رسد شبیه همان چیزی است که حذف کردیم، یوتیوب یا از آن آگاهی ندارد یا دلیلی ندارد که قانونی را نقض کرده باشند. گاهی اوقات یک مالک حق چاپ مجوز می دهد برخی از آثار آن در سایت یوتیوب ظاهر شود، اما نه همه. به زمان های دیگر فیلم های مشابه متعلق به دارندگان حق چاپ مختلف است و در حالی ممکن است شخصی به ما اجازه دهد و شخص دیگری اجازه ندهد. چرا یوتیوب این ویدیو را حذف نمی کند که به وضوح حق چاپ را نقض می کند؟ برای اینکه ما محتوا را از یوتیوب حذف کنیم، باید با مالک حق چاپ آن تماس بگیریم یا از یک نماینده مجاز آن اجازه بگیریم. کل این فرایند توسط قانون حق چاپ هزاره دیجیتال برنامه‌نویسی شده است. یوتیوب همچنین دارای کانکت آیدی است، یعنی یک سیستم مدیریت کپی رایت خودکار. این سیستم به طور موازی برای پیاده سازی فرایند حق چاپ است و به صاحبان حق چاپ این اجازه را می دهد که محتوای خودشان را در یوتیوب مدیریت کنند. فیلم هایی که در یوتیوب بارگذاری می شوند همگی اسکن می شوند. در برابر اطلاعات و داده هایی که توسط صاحبان ویدیوهای حق چاپ به ما ارسال شده است، دارندگان حق چاپ تصمیم می گیرند که چه اتفاقی بیفتد. وقتی که محتوا در یک ویدیو با پرونده های مرجعی که ارائه شده است مطابقت داشته باشد، آنها می توانند مسدود کردن را انتخاب کنند. این را به یاد داشته باشید که حتی اگر ویدیویی که حاوی مطالبی که دارای حق چاپ هستند ممکن است در یوتیوب باقی بمانند، زیرا قبلا توسط مالکان حق چاپ ادعا شده است که این ویدیو می تواند در سایت یوتیوب باقی بماند. Make sure to check out the other videos in our copyright series linked here. Bye.